بنابرای یاد خدا. سلام هموطنان عزیز، عصرتان بخیر. انشاءالله که خوب و صحتمند و سرحال باشین. بیننده برنامه دنیای ورزش هستین. سید احد سروش هستم. تا نیم ساعت دعوت میکنیم که این برنامه رو دنبال بکنیم. امروز خوشبختانه میزبان یکی از بازیکنان دوست داشتنی تیم ملی فوتبال افغانستان هستیم، کسی قطعا شما آشنایی دارین با او و در همه جا و همه نقاط افغانستان از او برده میشه. میدانم که چه حس و حالی دارین. یکی از با کیفیت ترین و یکی از خاطر آفرین ترین بازیکنان تیم ملی فوتبال افغانستان امروز از طریق خط اسکای با ما وصل هستن. کاپیتان سابق ما فعلا فکر میکنم کاپیتان دوم ماست که اگر اشتباه نگویم، و فعلا ما آقای گولی تاریخ تیم ملی فوتبال افغانستان بعد از بازی که برابر کامبودیا داشتیم ثبت کرد که رسما در بازی میاد در گزارش اعلام کردم. فیصل شایسته شماره 10 دوست داشتنی افغانستان از هالند روی خط اسکای وصل هستن. شایسته عزیز سلام، وقت بخیر. سلام بر شما و سلام بر هموطنان عزیز و بینندگان تلویزیون آریانا. خدا کنه که همگی جور و سمن باشه. بسیار تشکر. چطور میگذره روزها و وضعیت زندگی چطور هست؟ بله خوب میگذره. یک چند روز شد که پس آمدیم از کمپ که در اند داشتیم دیگه مسابقه آره. انوز دیگه کمک جگرخون هستیم که چرا سود نتانستیم کنیم. درست، در مورد حس حال او خواهیم پرسید. شایسته عزیز، با وجود همه وضعیتی که تیم ملی داشت، ما ناکامی که داشتیم ثبت کردیم، مهمتر از همه در کنارش حضور بازیکنان ما بود که کنار هم حضور پیدا میکردن، از نقاط مختلف با هم رقابت میکردن. اما در آخرین مرحله یا در آخرین گام که ما داشتیم، شما لقب آقای گلی تاریخ تیم ملی فوتبال افغانستان را گرفتین. ابتدا تبریک عرض میکنم. میشه در مورد حضورتان در دوره حضورتان در تیم ملی صحبت کنین که دوره حضورتان چگونه گذشت، چطور بود در طول این چند سالی که حضور پیدا کردین در ترکیب تیم ملی؟ بله تشکر. خب اولین مسابقه ما که ما بازی کردم با کویت بود، با قرغستان بود در دبی. بل ما در تیم ملی خود که بازی کردم یک افتخار بسیار کلان است و که بر مردم بتانم قطر بازی یک چیز خوشی بیارم، بر ما بسیار ما خودم را خوش میسازه. مثل که شما گفتین که آخای گل شدیم، خب ما خودم میخوایم هر وقتی خود کمک بکنم که یک پاس گل شوه یا یک خودم یک گل بزنم، این بر ما زیاد مهم نیست. مهمی است که تیمم یک نتیجه خوب بتانه بگیره، خصوصا تیم ملیم، و ای که مردم که یک گل میتانم خوش بسازم، ای هم برای خودم یک افتخار بسیار کلان است. درست. خاطر انگیزترین گلتان کدام گل است که از روی خاطره بسیار خوب داشته باشین؟ همین گل بود یا گل های دیگر هم هست؟ به نظر من گل اولم که کویت بود، یادم هست در کویت بود، در استادیوم زیاد مردم وطنداره ما بود و همی گل که زدم از یک فری کیک زدم و مردم خدا که دیدم که بیرق ما رو بلند میکردن و جشن میگرفتن خوش بودن، ای بر ما یک احساس بسیار خوب بود. در تمرینات هم روی فریکیک کار میکنن یا که نه عشق علاقه ایتان همیست در جریان بازی؟ نه در تمرین بعد از تمرین ما مربی هر وقت پرسان میکنم که یک در دقیقه بر خودم بده که تمرین بتانم بکنم سر فریکه که خود. درست. در طول دورانی که در تیم ملی حضور پیدا کردین، به کابل چند بار آمدین که در این چند بار هم کدام دوره خوشحال کننده ترین بود و جالب توجه بود؟ البته یک بازی هم داشتین در کابل. بله یک بازی کردیم که در پالستین. این بازی بر ما بسیار بازی مهم بود. یک آرزویم بود که هر وقت بتانم در کشور خود پیشی مردم خود بازی بتانم بکنم. مگم یک سه چهار بار شده که طرف افغانستان آمدم.
یک دو بار بود که یک دفعه یک کمپ تمرینی نام داشتیم، مگم بازی کت پالستین یکی از مهمترین بازی برخوردم بود. چطور گذشت و بازی و چطور گذشت حضور هواداران و چگونه بود بازی کردن در مقابل هواداران آن هم در داخل افغانستان، در داخل جایی که انتظار داشت هواداران شما را از نزدیک ببینن و شما هم دوست داشتین در مقابلشان بازی بکنین؟ چون تیم ملی ما در طول سالهایی که بازی کردن متاسفانه در حضور هواداران خود بازی نکرده، در هر کشوری که بازی کرده یا به کشور میزبانی که بوده هم از خود ما نبوده، ما در استادیوم ها حضور پیدا کردیم. شاید یک بازی که در استادیوم آزادی ایران داشتیم فوق‌العاده بود، طرفداران مهاجرین ما که آمده بودن، با همه بازی‌ها را اکثراً که انجام دادیم بیرون از افغانستان بوده. بله، بر خودم بسیار خوب بود، به خاطر ما یادم بود که در 2013 تیم ملی یک مسابقه دوستانگی کت پاکستان بازی کرده بود که 3-0 برد. امی مسابقه در یادم است که ما کمی استادیوم دیدم، مردم ما خوش بودن کت بیرق افغانستان جشن می‌گرفتن دیگه. بر خودم همی یک آرزو بود که ما میخواییم پیشری مردم خود یک وقت بر تیم ملی فوتبال کنم و مردم خود خوش بدانم بسازم دیگه. درست. مهمترین لحظات زندگیتان در دورانی که در تیم ملی حضور داشتین کدام لحظات بوده؟ مهمترین هاش؟ خب هر وقت که فامیلتا که مسابقه ایتا دیگه بازی تا بتانم ببینن این برام بسیار مهم است دیگه. پدر جانم مادر جانم مسابقه ما رو هر وقت در تلویزیون ها میبینن دیگه و بعد از مسابقه که با خودم صحبت میکنن این برام بسیار مهم است دیگه و ما رو دیگه هم قوت میده که بازی خود دیگه بهتر بتانم بسازم. انتظار داشتی که در بازی با کامبودیا یا هم در طول همین سه بازی که پیش رو داشتیم در یک از بازی ها بتانی آقای گولی رو بگیری از بلال آرزو؟ خب خودم زیاد در موردش فکر نکرده بودم، بخاطر بر من مهمتر بود که همی تیم ما بتانه سود کنه دیگه، فکرم دهی بود دیگه. همی از گل زدن کرده برای ما مهم بود دیگه. چقدر سخت تمام شد در لحظه ای که به عنوان یک بازیکن تیم ملی در ترکیب حضور داشتین و بازی برابر هند ما باختیم و عملا از رقابت های جام ملت های آسیا کنار رفتیم و ماندیم، چه حس و حال داشتین در اون لحظات؟ خب وقتی که مسابقه قطعاً خلاص شد ما فکر میکنم در زندگی خود یک آرام نبودیم، دمی بعد از مسابقه فکر میکنم یک 20 یا 30 دقیقه بازیکنها هیچ گپ نمیزدن، هیچ کس همام نمیکرد، کلیگی در فکر خود رفته بود. بعد از یک 30 دقیقه بعد باز فکر میکنم فرشاد نور اول شروع کرد بچه ها یک صحبت کرد دیگه. بسیار مشکل بود به خاطر بسیار زیاد زحمت کشیده بودیم در 3-4 سال و بازیکنام دیگه در میزنشان بود که ما میتانیم در بار صعود بکنیم دیگه. کی زیاد چگرخون بود در این رقابت؟ کی بیشتر از همه وضعیت خوبی نداشت بعد از اینکه ما از رقابت ها حذف شدیم؟ من فکر نمیتونم یک کس بگم، کل تیم بسیار جگرخون بود، از مربی گرفته کادر فنی همگی بسیار جگرخون بودن. فکرش همه کردین که واقعا با از رقابت رو حذف شدیم؟ خب بعد از اولین مسابقه که کت هنگ کنگ باختیم دیگه میفهمیدیم که کمک مشکل میشه، برخود مشکل ساختیم، مگم ما هر وقت باور داشتیم که میتونیم مسابقه حرکت این در ببریم دیگه. خب حالا وضعیت به طور شد که ما از رقابت ها حذف شدیم، اما در کل در دورانی که خودت کاپیتان تیم ملی بودی چه حس داشتی؟ فعلا که فرشاد نور کاپیتان هست، میبینی که خودت در میدانم هستی، بازبند کاپیتانی به دست چپ فرشاد نور بست است، اون لحظات چقدر احساس سنگینی میکردی که کاپیتان بودی؟ حالا چقدر حس راحتی داری که کاپیتان کسی دیگری؟
بله وقتی که کپتان بودم کمک فشار دیگه سر خودم زیادتر بود به خاطر نرمال است که هر کس که کپتان است دیگه باید پیشروی تیم بره دیگه حالا فشار سر خودم کمک کمتر شده مگم در تیم ما یک چیز بسیار مهم است که ما یک کپتان نداریم بسیار زیاد بازیکن هستن مثل اسلام امیری خودم فرشاد نور شریف محمد یا کلشان بازیکن هستن که بچه ها رو کمک میکنن و بچه جوان ها دیگه بچه جوان ها رو کت خود میبرن دیگه دمی در وقت جنگ کردن دمی مسابقه و این مهم است برای یک تیم که یک کپتان نباشه دیگه چند رهبر داشته باشه بله درست من کوتاه شاید خوبم نباشم و میپرسم چه اتفاق افتاد در بازی بعد از هند با افغانستان یک لحظه درگیری شد شما از دو لحظه هم حضور داشتین و کم کوشش میکردین که بازیکنها را بگیرین و فرشاد نورم هم این کار را میکرد چی شد یک لحظه در اون اتفاق؟ بله بازیکنه هند دیگه بعد از مسابقه کم فکر میکنم بازی که تا بازیکنه ما دیگه یک مشکلات پیدا کنن فاش میدادن از خاطر زو بازیکنه ما دیگه کم فار شدن کمک گدودی شد مگم یک چیز کلان دیگه نبود که درست یک موضوع ما جدا از موضوع شایسته عزیز اضافه کنم که در اون رقابت متاسفانه که باید مورد بررسی هم قرار میگرفت نمیفهم که فدراسیون فوتبال در این مورد اقدام کردن یا نه حتی به هواداران ما هم بد برخورد کرد هواداران هند که در اون رقابت تصاویرش هم از جریان ورزشگاه آمد که متاسفانه دلخراش بود یعنی نباید یک میزبان چنین برخورد داشته باشه که خب برمیگرده این حس و حال فوتبالیست در همه جا اتفاق میفته که نباید رد کنیم جدا از شکست برابر هند ما چندین مواردی هم داشتیم آیا خود سختتر از یه هم داشتیم روزهایی را لحظات را در فوتبال؟ از مسابقه هند هم میگیم؟ تنها از مسابقه هند نه در طول دورانی که در تیم ملی بودین واقعا سختترین نسبت به این بازی هم بوده براتون لحظاتی؟ من فکر میکنم فعلا من یک سیوم دفعه بود که دیگه سود نتانستم بکنم که تیم ملی و هر مسابقه آخر که نتانستی سود بکنی مشکل است مگم بر من یک مسابقه دیگه بود که در مسابقه فاینال که هند در 2015 بود فکر میکنم او رو نتانستیم ببریم در فاینال او بر ما او هم بسیار مرا جگر خون ساخت این مسابقه کمک سختر بود از این کده او بر کل سخت تمام شد بخاطر داور هندی بله داور هندی در رو دیدار دروازه‌بان و کاپیتان ما را کارت سرخ داده بود فیصل در طول دورانی که در تیم ملی آمدی بازی کردی نسبت به دوره باشگاهی خب قطعا دوره تیم ملی یا بازی برای تیم ملی متفاوت از دوره باشگاهی است در حالی که باشگاه شاید هزینه فوق‌العاده تر بکنه روی شما پول بیشتر به تعو و موارد دیگر اما امکاناتی که در یک تیم ملی هست بسیار متفاوت از باشگاه تغییرات عمده‌ای که در زندگی خودت تجربه کردی چی بوده چه تغییرات داشتی در زندگی خوب بر تیم ملیت که بازی کنی یک افتخار بسیار کلان است ما فکر میکنم بسیار زیاد مردم از همین وطنداره ما که میخواد بر تیم ملی بازی کنه برای جان و مادر جان ما را بسیار خوش ساختم که بر تیم ملی آمدم بازی کنم بعد از که بر تیم ملی بازی کردم ما یک سه چهار بار شد که رفتم کشور خود از نزدیک دیدم مردم خود از نزدیک دیدم و ارتباطم دیگه که تا کشورم بهتر شد معلوماتم و کشورم بهتر شد و زیاد رفیقای بسیار خوب از خود کشورم پیدا کردیم و این وقت که زمی رفیقای نو خود ایام مرا بسیار خوش میسازم درست شایسته عزیز همچنان با شما چند صحبت کوتاه دیگر باقی مانده اجازه بدین یک وقفه بگیریم باز هم با شما خواهد بودیم همچنان با
بعد از وقفه برمیگردیم صحبت های فیصل شایسته بهترین گلزن و یا گلزن ترین بازیکن تیم ملی فوتبال افغانستان همچنان داریم. بسیار تشکر، تو برای خوش آمدید ادامه برنامه دنیای ورزش. شایسته عزیز، خودتون متولد افغانستان هستین یا متولد هالند؟ ما در افغانستان تولد شدیم، در کابل. در کدام قسمت کابل؟ مکریان. در مکریان. روزهایی که تازه آمدین به کابل، رفتین به مکریان بازی کردین در روزهات با بچه ها یا که ساحه و مکان زندگی سابقتان دیدین؟ بله، ما اولین دفعه که پس افغانستان آمدم طرف مکریان رفتم، یک چند عکس گرفتم طرف پدرجان و مادرجان خود روان کردم. درست. پدر و مادرتون از کابل هستن؟ پدر و مادرم از جلال آباد هستن، مگم پدرم دکتر بود در کابل، از خاطر زود در کابل زندگی میکردیم. درست. پس خودتون از جلال آباد به حساب میرین؟ با توجه به تذکره اگر حساب بکنیم. از پدر و مادرتان گفتین، بعد از گل که برابر کامبودیا زدین و بهترین گلزن شدین به صورت آفیشال و رسمی، تماسشان چی بود؟ گرچه در اول لحظات سخت بود، اما تماسشان چی بود و چه پیام دریافت کردی از اونا؟ بله، پدر جانم و مادر جانم هر وقت خوش میباشن که مرا میتانم ببینن ای که گل بزنم یا گل نزنم، بر خودشان هم یک مهم نیست، مگم خوش بودن دیگه، خوش بودن که دمی سه مسابقه تانستم گل بزنم. مگم پدرم زیاد بر ما نظر میده که چه قسمی در آینده مسابقه را دیگه قسمی چیزای بهتر بکنم و چیزای که خوب نکردم تکرار دفعه چطور بهتر بکنم. درست. شایسته، از روزی که آمده وارد تیم ملی شدی احساس میکردی که واقعا روز برسه که در میان قلب همه مردم جا داشته باشی، حتی عکسای داخل جاده ها پخشه و روزهایی باشه که مردم در هر بازی انتظار داشته باشه شایسته رو ببینه با اون فریکیک های مقبولش و با اون دریبل های نازنینش در میدان همه رو دریب بزنه بره به سمت گل؟ راستش بگم نه، بخاطر منظور ما که بر تیم ملی بازی کنم این نبود. منظور ما بر تیم ملی هر وقتی بود که ما بتانم یک چیز بر کشور خود بتانم بکنم. بر هر کس که کشور خود جوان بود که لا داد طرف خارج رفت، مهم است که یک چیز پاس بتانی بکنی بر مردم و بر کشور. و ای که ما بر تیم ملی میتانم همی زحمت بکشم و تیم ملی را میتانم پیشرفت بسازم، ای بر ما مهمتر است. یک سوال کم جانداترم بپرسم با اجازهتان. شایسته عزیز، در از سال، اگر من اشتباه نگویم، از سال 2000 چند است که در بازی هستیم؟ در بازی های تیم ملی؟ فکر میکنم 2014. پس در دوران در سال 2013 که قهرمان آسیا شدیم در ترکیب تیم ملی نبودیم، بعد از اون دعوت شدیم. اما در کل شایسته عزیز، در طول دورانی که در تیم ملی بودین، خب قطعا در این اواخر حواشی فوتبالی رو حتما دنبال کرده بودین که میشنیدین از مردم که چی میگفتن، شما هم پاسخهایی رو قطعا داشته این در صفحات مجازی یا به صورت مستقیم. کدام دوره خوشایند بوده؟ کدام مربی با کدامش بسیار راحت بودین؟ در ترکیب کدام خود رو بیشتر پیدا میکردین؟ خب ما فعلا یک 8 یا 9 سال بود شد دیگه که در تیم ملی بودم. ما فکر میکنم یک 4 یا 5 مربی را ما داشتم. از هر مربی چیزی یاد میگیری، مگم ما فکر میکنم از فعلا همین سیستم که ما فوتبال میکنیم، سیستم اروپایی، از بهترین مربی که داشته بودم دیگه فعلا بر تیم ملی هم هنوز دستگیر است. واقعا ده 4-5 سال که مربی بود دیگه بسیار زیاد زحمت کشید بر تیم، از نگاه تاکتیکی، از بسیار تیم پروفشنال ساخت. تنها
از وظیفه بسیار زیاد وظیفه دیگر هم سر خود گرفت، مثل تیم ما سپانسر نداشت، سپانسر کالا ایرا انوش بر ما کت یکو صحبت کرد که یک سپانسر بر تیم ملی بیاره، بازیکنار ویزه ایشان، پاسپورت ایشان دیگه از این سفارت دیگه سفارت بسیار پشت ویزه بازیکن ها روان استک و مثل که شما دیدین در سه مسابقه بازیکن ها یکان تا بازیکن ها داشتیم که همین سورید و ملی ده نمیتان یاد ندارن و همین انوش دستگیر بود که بازیکن ها رو کمک میکرد که سورید و ملی را یاد بگیرن و زیاد بسیار زیاد دیگه وقت خود در تیم ملی انداخت. از خاطر زود من فکر میکنم که فعلا امید و تیم ما که امید راست امید باید پیش بریم که یک وقت بیایی که نتیجه را هم بتانیم بگیریم انشالله. بازیکنهای جدیدی در ترکیب تیم ملی دعوت شد، بخصوص در رقابت اخیر که داشتیم در سه بازی اخیر، مثلا بازی با هنگ کنگ در نیمه دوم بود که خودت به اضافه امید آمدین به زمین. منظورم از امید مساوی هست که در سمت چپ شماره 18 بازی میکرد. برخی بازیکنان جدید در ترکیب آمدن، بازیاشون رو چگونه دیدین؟ چطور بازی میکردن؟ و چقدر تجربیات خود به اونا انتقال میدادین که بتانن اونا کم با تجربه تر شوان بهتر عمل بکنن در میدانی بین المللی؟ خوب بازیکن های مثل امید و حسین زمانی بازیکن هستن که آیندهشان بسیار خوب است و من زیاد کتشان صحبت میکنم برشان میگم که وقتی که جوان باشی همی بازی را بسیار ساده میبینی و بسیار آسان میبینی، مگم در کلابشان هم که میرن کلاب و بر تیم ملی فوتبال کردن بسیار فرق میکنه. از خاطر زو ایتو احساس نکنن که بازی را آسان ببینن، باید بازی را دیگه جدی ببینن. در طول بازی هایی که داشتیم دوران خب نوسان رسپری کرده تیم ملی و وضعیت های متفاوت داشته، از حضور خود در تیم ملی بگو که همچنان ادامه میتی یا که قصد بازنشستگی دارین زمانش رو مشخص بکنین بهتر خواهد بود؟ ببخشید؟ منظورم از این بود که از بازی های تیم ملی چی زمان قصد دارین که جدا شوین، خداحافظی بگیرین و یا همچنان ادامه میتین، تا چه مدت ادامه خواهد دادین؟ البته سوال از خیلی سواداران است که بارها میپرسن. بله خودم، بله راست میگین، این سوال یک چند دفعه از خودم کردن، مگر من میخوام بگم که هر مسابقه را که ما بر تیم ملی میتونم بازی کنم برای من یک افتخار کلان است. هر وقت بود و هر وقت می باشه تا که من میتونم بر تیم خود میایم فوتبال میکنم. بله درست. به عنوان آخرین پرسش میخوایم که یک پیام دلگرم کننده از شما داشته باشیم برای مردم افغانستان. بعد از شکست و باختی که داشتیم و حذف شدیم از رقابت ها، فعلا چی چیزی در دلتان است که با بینیدهای مشارک بکنین؟ با اول میخوایم از مردم معذرت بخوایم که نتانستیم صعود کنیم. برد باخت است در فوتبال، مگم مردم باید میخوایم که مردم هنوز ما رو تشویق بکنن، بخاطر هنوز اولین دفعه نبود که ما صعود نتانستیم بکنیم. اولین دفعه بود که تیم ما با یک سیستم خوب بازی میکنیم و نتیجه میاییم. از خاطر زو کوشش میکنیم که بازیکنها در آینده دگام خود آمادگی بسازن و بتانیم در آینده یک نتیجه خوب بگیریم و مردم خود بتانیم خوش بسازیم. بسیار تشکر فیصل شایسته، بازیکن شماره 10 تیم ملی فوتبال افغانستان، از اینکه در برنامه حضور پیدا کردین. بر شما موفقیت میخوایم، ان شاءالله آینده خوبی در پیش داشته باشیم. بسیار تشکر. تشکر از همراهی شما هم محمدان عزیز که برنامه رو دنبال کردین. صحبت ما با فیصل شایسته، هافبک شماره 10 افغانستان بود. وقتتون بخیر.